روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. زمانی که کامیابی تنها یک خیال خام است. شما با کمک برنامه نو جمعاً در مدت 10 روز 5 کیلوگرم وزن خود را کم خواهید کرد. به این وعده داده نشدن کاری است مشکل و اینک شخصی مایوس شده و در مبارزه با چاقی بیمه‌دارا شده. به این وعده امید می‌بندد. او می‌خواهد باور کند که این بار کامیابی یارش می‌شود. مگر این کم شدنی وزن نیست. مهم است که انسان چی طور ورزش کند. اکثریت آدمانی که وزنش را کم کرده اند باور دارند که آنها از کیلوگرم های روغن رهایی یافتند. در اصل این می تواند اساساً آب و رشته های موشک ها و دیگر عضوهای حیاتن مهم ارگانیسم باشد. در این اواخر حب هایی برای لاغر شوی تعیین شده از نو به مد در آمده اند. در ترکیب اکثریت آنها دیورتیک یعنی دوای پیشابران داخل می شود. از بس که ارگانیسم تخمیناً از 70% آب عبارت است، پس خود به خود معلوم که این دوا به آسانی از ارگانیسم یک چند کیلوگرم آب را بیرون می کند. کم شدن وزن فقط یک چند روز شاد می گرداند، ولی ارگانیسم تدریجاً موازنت ویران شده را برقرار می سازد. آبهای گم شده اش را عوض می کند و گویا یگان کیلوگرم وزن کم شده باشد. معیار زیادی پروتئین نیز چنین نتیجه می دهد. جگر پروتئین اضافی را در خون
به ازاد کاربوماید هضم می کند که گرده ها را مجبور می سازد آب را از بدن بیرون کنند. چون که برای از ارگانیسم برآوردن محصولات هضم شده پروتئین اضافی نظر و محصولات روغنی یا اوگلیوات ها تخمیناً 7 مراتب زیادتر آب لازم می شود. غذاهای پرهیزانه ای که برای زود کم کردن وزن پیش بینی شده اند محض همین طور عمل می کنند. در صورتی در غذا تامین نمودن مقدار زیادی پروتئین وزن می تواند در مدتی کوتاه به طور چشمرس کم شود. از بس که این اصول برای سلامتی خوفی از حد زیاد دارد، چنین پرهیزی تقریبا همیشه به مهلت کوتاه تا 2 هفته معین می شوند. ترازو رقم های پایینی خرسندی را نشان می دهد، ولی وقتی که ارگانیسم آب تلف شده را پر بر می گرداند، دیری نگذشته وزن اساسا دوباره برقرار می شود. چنین غذاهای پرهیزانه باز کدام مشکلات ها را به وجود می آورند؟ شماره زیادی غذاهای پرهیزانه معجزه آور تیز لاغر کننده استعمال شبانه روزی کالوری را تا نهایت پایین از 500 تا 800 کالوری در یک روز کم می کنند. بعضی آنها حتی تا 300 و 400 کالوری کم می کند. ارگانیسم باشد این کم کنی یک باره کالوری را چون گرسنگی یک باره بها می دهد و برای حمایت بافته های حیاتن مهم به کارکرد پروتئین های خود شروع می کند. بیشتر بافته های موشک ها را. تحقیقات های جدی نشان می دادند که هنگام استعمال چنین غذاهای پرهیزانه وزن می تواند هم از حساب بافته های روغنی و هم از حساب بافته های موشک ها کم شود. بنابراین وقتی شما فکر می کنید که تخمیناً 7 کیلوگرم وزن را کم کرده اید، در اصل شما 2.5 کیلوگرم روغن، 0.5 کیلو پروتئین بافته موشک و 4 کیلوگرم آب را کم می کنید. اگر شما حس می کنید که باید پرهیز کنید، پس در حق آن غمخواری کنید که در پرهیزانه شما نه فقط مقداری برای احتیاجات های هر روز ضروری پروتئین، بلکه مقداری کافی اوگلیوات نیز برای جلوگیری تلف بافته موشک ها جای داشته باشد. برای شخصی میانه آمار این کمش 200 کالوری را در شکل پروتئین گرام و از 600 تا 800 کالوری را در یک روز در شکل اوگلیوات ها نشان می دهد. ارگانیسم برای قانع گردانیدن خواهشات خود به نیرو فقط روغن را اسیدهای روغنی را استفاده برده نمی تواند. آیا چنین پرهیزی پی در هم یاری رسانیده می تواند؟ اشخاصی که وزن اضافی به درجه میانه دارد بیشتر به واسطه پرهیزانه های خوب به موازنت آورده شده در یک هفته 0.5 تا 1 کیلوگرم وزن خود را کم می کنند. اگر وزن اضافی انسان بسیار زیاد باشد، در این صورت او می تواند وزن خود را 1 درجه بیشتر کم کند. آهسته آهسته و به تدریج کم کردن وزن در مقایسه با پرهیزهای قطعی برتریت زیاد دارد. آن ارگانیسم را مجبور نمی سازد که در ریجه گرسنگی کار کند. خروجهای بی‌موفقیتی و پرخوری خیلی کم روی می دهند. بسیاری آدمان در چنین رژیم حسی قانع نگردیدن را از آن که آنها را از امکانی به طور ضرورت استعمال نمودن غذا محروم کرده اند عهده می کنند. و نهایت امکانیت های آن که شما با کم کردن وزن محض روغن را کم می کنید بسیار بزرگ است. ولی از همه مهم آهسته آهسته کم شدن وزن وقت را طلب می کند و این برای در حیات شما جاری نمودن پرینسیپ های سالمی استعمال غذا امکان فراهم می آورد. به انسان ضرور است تا به چنین طرز زندگی گذرد که با وزن نو موافقت کند. تنها در این حالت کیلوگرم های کم شده بر نمی گردد. من در کم کردن وزن خود ناامید شده ام. در اجرای برنامه ها صبرم نمی رسد. من چی کار کنم؟ شاید نظر به هیچ کار نکردن زود کم نمودن وزن بهتر باشد. کوشش های بیاخیر کم کردن و از نو پیدا کردن کیلوگرم ها معنای آن را دارد که شما به ارگانیسم خود چنان ضرر می رسانید که با چیزی کم برابر شده می تواند. برای سلامتی عمومی انسان نظر به هر دم کم کردن و دوباره زیاد شدن وزن به قدر زیاد فربه ماندن انسان خطری کمتر دارد. کم شدن چندین مراتبه وزن با یاری پرهیزانه های زود لاغر کننده با برگشتن کیلوگرم های کم شده بافته موشک ها را آهسته آهسته ضعیف می گرداند و بافته روغن ها را زیاد می کند. و از بس که روغن ها محض در بافته موشک ها صرف می شود، پس با تلف یافتن آن قابلیت کم کردن وزن را نیز هرچی بیشتر از دست می دهد. عاقبت های روانشناسی باز هم ناخوشتر می شود. سالهای دراز تکراریابی ناکامی ها و تحقیرها به انسان چنین ضربه احساسی می رسانند که زخم های آن تمام عمر باقی می ماند. از وعده نتیجه زود فریفته گردیده، آدمان در اول به حقیقت وزن خود را کم می کنند، ولی عاقبت دوباره وزن اضافی پیدا می کنند
و وزنشان نظر به قبل زیاد می شود. ولی همه این نباید از نظر ما آن حقیقت را پرده پوش نمایید که اشخاصی از حد زیاد چاق سلامت خود را بیشتر زیر خطر می گذارند. زود زود به کیپرتانیا، دیابت، سرطان، بیماری های قلبی و تلخدان گرفتار می شوند. نسبت به اشخاصی که وزن خود را در معیار نگاه می دارند، این قبیل اشخاص بیشتر وفات می کنند. هر روز وزن خود را به امیدی فوراً به دست آوردن نتیجه ها در مبارزه با مشکلی که در دوام سالهای زیاد انکشاف یافته است، برکشیده استاده، غلام وزن نشوید. با اجرای برنامه شروع نمایید که برای برقرار سازی سلامتی روانه شده است. پرصبر باشید، نتیجه نهایی مهم است. شما از خیال خام آزاد می شوید و نتیجه هایی به دست آمده استوار و پایدار می ماند. ادامه موضوع را در برنامه آینده خواهیم شنید. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی آیله. باید شوهر چگونه نباشد؟ در بسیار آیله ها بچه های گوناگون سین هستند که نه تنها به نصیحت خردمندانه مادر، بلکه به نصیحت های جدی و همزمان دوستانه پدر هم احتیاج دارند. کمتر از این گونه پدران به این اهمیت جدی می دهند. آنها وظیفه خود را صرف نظر کرده و همین طور تمام مشکلات را به دوش مادر بار می کنند. در نوبت خود، خود را حقوق دار می شمارند که بهای شخصی خود را اساس کرده عملهای او را تنقید و محاکمه کنند. زن و مادر بدبخت زیر تحقیر و مسئولیت گران مانده اکثر وقت خود را گناهکار می شمارد و در بابت آن که کار تصادفاً و نفهمیده کرده است توبه می کند. هرچند در همان وضع آن کار را به بهترین شکل انجام هم داده باشد. حتی زمانی که کوشش های زیادی او باید با شرفانه بها داده و پذیرفته شوند، در بالای سر زن ابروهای تیره بدبختی و محاکمه های هم آویزان می شوند. زیرا شوهر وظیفه خود را به عهده نگرفته گمان می کند زنش به جای دو کس کار می کند. اکثر مردان به تشویش و زحمتی که زنان آنها روبرو می شوند و تمام روز گویا در زندان در کار خانه می گذرانند بهای درست نمی دهند و آنها را درست نمی فهمند. اکثر وقت مردان به خانه ناراضی برمی گردند. اگر خوراک سری وقت داده نشود، زنی خسته شده بیچاره که عادتاً در یک شخص چند وظیفه اقتصاددان، دایه، آشپز، لباس شوی را ادا می کند، سخنهای زیادتی می شنود. شوهر طلبات جدی داشته، به حد رسیدنش ممکن است که طفل را از دست زن اذیت دیده گرفته و امکان می دهد که زنش هرچی زودتر آیله را خراند، ولی اگر طفل خود را در دست پدرش ناآرام نشان دهد، شوهر دایگی را آرام کردن طفل را وظیفه خود نمی حسابد. او فکر نمی کند که مادر از نازونوز بچه چقدر دشواری می کشد و بی صبرانه فریاد می زند. ای مادر، بچه ات را بگیر، مگر این بچه از تو هم نیست؟ آیا وظیفه او را وادار نمی کند که با صبرانه قسمی از تشویش های تربیت فرزندان خود را به دوش گیرد؟
سایه در خانه. شوهر و پدری که ترشروی، بدقواق، خودبین و حاکم و ظلم پرور است، نه تنها خود را بدبخت می کند، بلکه حیات اعضای آیله را هم تیره می گرداند. زن او مایوس و درمند است. فرزندان به سبب خصلت های ناشایسته پدرشان عصبی به وایه می رسند. این گونه مرد دیر یا زود نسبت مناسبتش با آیله حاصل خود را می درود. اگر شما خیرخواهی و نیکی و همدردی را ضعیفی می شمارید و گمان می کنید که با معامله مهربانانه و سرشار از محبت شرفتان را پس می زنید، پس تصور شما در باره شرف و مردانگی نادرست است. عادت به آخر نرسانیدن کار خیر نشانه ضعیفی و نارسایی کمالات انسان است. آنچه را که شما ضعیفی می شمارید، خداوند بزرگ مهربانی حقیقی می شمارد. شوهرها به زنهایتان امکانیت حیات معنوی را بدهید. از زن و فرزندانتان بسیار زیاد طلب نکنید. اگر شما زنده دلی خوشحالی خود را نگاه داشته با آنها نوازش کرانه و دوستانه صحبت کنید، به این واسطه به خانه اتان به جای ابرهای تیره و بدبختی نور و زیار را وارد می کنید. در بابت مناسبتتان با زنتان اندیشه کنید. شما به فکر شخصی خود بیشتر تکیه می کنید، تندروی می کنید و نمی خواهید که نقطه نظر زن شما شنیده شود. به زنتان احترام ظاهر نمی کنید و بچه ها را نمی آموزانید که نقطه نظر او را احترام کنند. با او چون به کسی برابر حقوق مناسبت نمی کنید، ولی کوشش می نماید که حکم خانواده را به دست خود گیرید. در این صورت لازم است که شما در نهادتان نرمی و دلسوزی را تشکل دهید. اگر شوهر ظالم باشد، سرطلب باشد، نسبت به زن خود بدبین باشد، پس او احترام و مهر زنش را نمییابد و مناسبت های زن و شوهری برایش نفرت آور می شوند. او شوهر خود را دوست نمی دارد، زیرا شوهر خواهان دوستی او شدن نیست. شوهرها باید غمخوار، مهربان، صادق، دلسوز باشند. آنها باید محبت و شفقت نشان دهند. اگر در شوهر خصلت های نیک، دل نیک، عقل رسا باشد، او مناسبت های آیلوی را سعادتمند می گرداند. و در انتهای این برنامه از نامه پاولوس به غلاطیان باب 6 آیه 2 این آیه را برای شما تمنا داریم. بارهای یکدیگر را بردارید و به همین طریق شریعت مسیح را اجرا خواهید کرد. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقتها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
وحی امید بخش. موضوع صحبتمان: جواب وحی به تنزل یابی عرف و عادت ها در جمعیت می باشد. تصور کنید که جمعیت ما به چی گونه بی سر و سامانی گرفتار می گردید اگر شرط های شریعت خدا کاملا رد کرده می شد. وحی بابی 11 آیه 19: و معبد خدا در آسمان باز شد و صندوق عهد او در معبد او ظاهر گردید. صندوق عهد چیست؟ در درون معبدی که از روی نشان داد خدا موسی بنا کرد، صندوق عهدی می ایستاد که در آن شریعت خدا واقع بود. شریعت خدا چون اساس همه گونه معنویات در معبد جای گرفته بود. شریعت خدا پای دیوار تخت اوست. چنان که در کتاب وحی آمده است، خداوند برای آیه کردن شریعت او دعوت می نماید. داوری و شرعیت قسمی خوشخبر به شمار می رود. لیکن شاید کسی گوید: من فکر می کردم که ما با فیض نجات یافته ایم و به ما رعایه شرعیت خدا ضرور نیست. وقتی که مسیح را میخکوب کردند، او چون گناهکار محکوم شده بود و برای گناه های ما مرد. در عکس حال اگر خداوند شریعت خود را تغییر داده باشد، به مردن او ضرور نبود. در کتاب مقدس آمده است: مزد گناه مرگ است. اگر شریعت خداوند تغییر داده باشد، برای چی عیسی باید می‌مرد؟ برای آن که ما شریعت خدا را ویران کردیم. یوحنا 1 باب 3 آیه 4: هر کی گناه می کند شریعت را می شکنند و گناه شکستن شریعت است. شاید کسی گوید: من گمان نمی کنم که دزدی این گناه باشد. لیکن گناه شکستن شریعت است. این زیاده از آن است که من گناه می پندارم. کتاب مقدس گناه را چنین معین می کند: گناه این ویران کردن شریعت خدا است. شاید کسی گوید: من در نکاح خود قناعت حاصل می کنم. بنابراین روزهای استراحتی دیگر را با کاتبه خود می گذرانم. همه کار بجاست. هر دوی ما این را با رضایت طرفین می کنیم. اما در کتاب مقدس آمده است: زنا نکن. شریعت خدا این نمونه ابدی معنویات او می باشد که گناه را معین می کند و مسئولیت ما را نزد خدا مقرر می نماید. شرعیت خداوند چی بودن گناه را معین می کند. گرچند اگر ما این را درک نمی کنیم. در کتاب مقدس آمده است که گناه شکستن شریعت است. در کتاب وحی آمده است: زیرا ساعت داوری های او فرا رسیده است. کتاب وحی ابراز می دارد که برای عملهای خود ما مسئولیت داریم و پای دیوار تخت خداوند شریعت او به شمار می رود. و آن چیزی که تلویزیون برای فرزندان ما ضرور است، این نه کشتار، نه تجاوز و نه بدخلاقی است. ما را ضرور است که به فرزندان خود اساسهای معنویات خدا را بیاموزانیم. اساسهای معنوی ما را حفظ می نماید. شریعت خداوند راهی است به سوی آزادی و خوشبختی حقیقی. شریعت خداوند از چنین طرز حیات که ما را به تنزل گرفتار می کند حفظ می نماید. بعضی مسیحیان می گویند: ما در کلیساهای خود درباره شریعت وعظ نمی گوییم. ما درباره محبت خدا وعظ می گوییم.
به نظر چنین می رسد که اینها چیزهای گوناگون باشد. محبت همیشه به طاعتکاری هدایت می نماید. محبت هرگز ما را به بی‌اطاعتکاری هدایت نمی کند. وی ما را به رعایه احکام های خدا وادار می سازد. یوحنا باب 14 آیه 15 اگر مرا دوست دارید احکام مرا رعایه خواهید کرد. آیا مسیح گفته است اگر مرا دوست دارید می توانید احکام های مرا رعایه نکنید؟ به جا آوردن احکام های خدا نتیجه محبت است. ما احکام های خدا را باید نه از برای آن رعایه کنیم که شایسته احترام او گردیم. این جواب ماست به محبت خداوند. من فرمانبردار خدا نه. برای آن هستم که به نجات یافتن حق پیدا کنم. بلکه برای آن که من نجات یافتم. با فرمانبرداری خود من برای خود نجات به دست نمی آورم. خداوند در صلیب به ما نجات عطا فرموده است. لیکن وقتی که من نزد صلیب می آیم، فرمانبرداری من شهادت می دهد که من نجات یافتم. یوحنا 1 باب 2 آیه 3 و 4 از این می دانیم که او را می شناسیم که احکام او را رعایت می کنیم. یوحنا می گوید که رعایه کردن احکام ها از آن شهادت می دهد که ما خدا را شناخته ایم. این اثبات آن است که ما از عالم بالا تولد شده ایم. این اثبات آن است که ما در حقیقت از آن مسیح می باشیم. کسی گوید من او را می شناسم اما احکام او را رعایت نکند. وی دروغ گوست و در وی راستی نیست. وقتی که ما جانب نبی مسیح جد و جهد می نماییم، وقتی که ما او را کاملا می شناسیم، وقتی که ما دل خود را پوره به او می سپاریم، جوابی بیچون و چرای ما به محبت او، فرمانبرداری ما به او می گردد. اگر کسی به شما گوید، شرعیت خداوند بسیار مهم نیست، گفتنی ها را در خصوص احکام ها فراموش کن، چنین آدم به شما خوشخبری قلبی را تعلیم می دهد. شنوندگان عزیز در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.